من سوگل طهماسبی هستم. اینجا مسابقه شوتبال شبکه نسیم. خیلی خوشحالم که میزبان نگاه‌های قشنگتون هستم. و اما رقابت این برنامه. دیگه به فینال نزدیک شدیم، نیمه نهاییم دیگه. دو تا تیم درجه یک، تیم ملی وشو، خواهران منصوریان، کارتالا و تیم ملی بسکتبال، دختران درجه یک خورشید. بریم که شروع کنیم، چون خودم خیلی هیجان دارم. اینجا استادیوم شوتبال با کلی تماشاچی باحال. خیلی خوش اومدید. دیگه قشنگ خانواده منصور نه. الا خانواده ما مادر که میشناسیم، ارادت داریم بهشون. سلامت باش. خیلی خوش اومدین آش خانم. خیلی ممنون. سلامت. چه کیفی داره که این قاب شما رو می‌بینیم، کنارش هم خواهر بزرگتون هستن دیگه. مادر که دیگه همه میشناسنش. مادر ما خواهر منصوریان که یکی از موفقیت‌هامون هم به خاطر مادر، یعنی هممون تلاش کردیم به خاطر مادر که شاد باشه. و مرضیه خواهر بزرگترم. و یه خواهر داریم رضیه که شیرازه، کوچیک‌تره از اون از مرضیه کوچیک‌تره. یعنی در از خواهران منصوریان 5 تا ناچ خانم. بله ولی همه فکر می‌کنن 3 نفر. چرا اون دو تای دیگه آش خانم ورزشکار نشدن؟ خب خانه‌دار شدن. خانه‌دار شدن. دو تا بزرگا یعنی در از قالیباف شدن. آها خیلی چقدر عالی، هنرمند. یه داداش هم دارین؟ بله. یه دونه اون یکی یه دونه چه کیفی می‌کنه؟ فساد 5 تا خواهر مادر انقدر دوستش داره. نمیذاره ورزشکار بشه. آره چطور نیومده سمت ورزش؟ ولی خود رئیسش کردیم، رئیس هیئت. آره اون تو رئیس هیئت بود. این که حالا همه میشناسن خواهرای منصوریانو، جدا از ورزش بودن، یه ذره شاید تو احتیاج به توضیح داره. تو سوال چقدر توضیح دادی که آقا منم از آنجاز خواهرای منصوریان. چون من شباهت زیادی به الهه دارم، یعنی الهه شباهت زیادی به من داره، زیاد نیاز به معرفی نیست، خیلی راحت از روی قیافه تشخیص میدن. بعد شما و یه خواهر دیگه هر دو کار هنری میکنی. بعد الان ببینه فیلمو میگه چرا من نبودی، یه کتک کاری داری. چند روز پیش من بود، من همین اینجا بهت میگم که دوستت دارم، اسمش راضی است و خیلی دوستت داریم، جات هم اینجا خالیه. کم میبینین همو دیگه الهی خانم؟ نه قبلا همگی کنار هم بودیم. مادر هر جا مثلا ما میومدیم اصفهان با ما میومد اصفهان، میومدیم تهران میومد تهران، مثلا اردو داشتیم یا تمرین داشتیم بیشتر کنار ما بود. ولی بعد یه تایمی به خاطر هم آلودگی هوا، همین که حالا یه ذره اذیت میشه، دوست داشتیم که راحت بشه. اونام شد دیگه. آره همون بحث دوری دوستی، من همش پیش مامانم چون اونجا اذیت میکنم زیاد میگم. آره این شوخی هم خیلی اتفاقا هم دیده شد. حالا خدا آج خانم راجع شما شنیدین اون برنامه رو دیدین؟ بله. بهتون گفتن؟ کسی بهتون انتقاد؟ نه نگفت. هیچی نگفت چرا این حرف رو زدی آج خانم؟ چرا؟ گفتن. چی جواب دادین؟ جواب دادم که ای پی حرف من میرن، اما این نمیره پی حرف من. به خاطر گفتم بزنی تو دندش. هنوزم سر حرفتون هستی؟ هنوز سر حرفم هستم. بیا که یعنی اگه مثلا یه جای دیگه شهربانو هم نقطه ضعف بشه به سهیلا خانم راهنمایی میکنه. بله نه دیگه، امروز صبح من گفته که تو قول داده انصراف بده این بلوا برای بازی آسیایی. اگر رو قولش تو برنامه قول داد ما هم تضبط کردیم، هم دیدن. خب خدا آخر اقبت به خیر کنه. اگر رو قولش واسه داد من فرق بای بین یا نمزاره، اما ایوان اصلا فرق میذاره. فرق میذاره. چی کار میکنی که فرق میذاری؟ اجرایی که مثلا هر کدوم بچه بهتر احترام مادر داره، همون رو منم بهتر میخوام. خب ولی به شما قول داد بیننده هم دیدن. حالا قول داد، حالا رو اوجوری میگن. یه بار این بازش چی باخ به خاطر او مشتفی، حالا این دفعه این ببازد حالا میخوای ببرش آروم شد بیارش. اشکال بچه گریه میکنه فعلا از صحنه ما میره بیرون. مرضیه خانم تا خیلی تو اون 3 سالی که با این بوده خواه هیچکی، فقط هنه کسی که به این گفت آقا یه بارم بزن اینشون بره، چون تو یه وضع بودن انجام نداد. امسال اومد تو وزن من دو سه بار میخواستم انصراف بدم. میخواستم اینو بگم، چطور به الهه خانم نگفتین که حالا انصراف؟ من میخواستم انصرافم بدم، گفتم اشکال نداره ایشون بره. چرا وقتی با من رقیب بود نگفته به من؟ من نمیدونستم با تو رفیقه ماما. بعدش بهم گفتین دیگه بعدش. من یه صحبتی با بچه‌ها کردم، گفتم که ببینین کی میتونه بره بازی آسیای طلا. که جفتشون میخوان بدونن که آقا هر کی بهتره بره. حالا یعنی خانم منصوری یا شهربان منصوری جانم. شما یعنی پس این انتخابی رو میگیرین و میزنین دیگه؟ قرار شد نزنم. ها
خشو انصراف بده خشو دیگه ایشون بره واقعا این تصمیم شد یعنی حرف مادر حرف مادر دیگه شهید نمیشه ها دیگه سر نده برش حاج خانم پس حرف شما رو گوش کن انصراف داد آخ آخ نیفته نیفته اینجا تا حالا بازیاشون رو از نزدیک دیدین شما حاج خانم یه بار دیده تو چه رقابتی بوده خودماشون با سهیلا بدین خیلی بازو سختی اونجا هم با شما اومده خیلی ناراحت شده باختش بازی خیلی ناراحت شدم کمی فست پهلیم بین مغزش کردم و دیدم خیلی بیحاله گفتم با آزری بخوای با نمیخوره گفتم اگه نخوردین تو داد میزنم تو رژیم بود بله اینجا داد میزنم که دیگه ناراحت بشه تو مسابقه؟ بله مسابقه فکر کنم مثلا تو 2 ساعت دیگه وزن‌کشی داری تا الان چند کیلو کم کردی دید من مثلا وضعیتم چجوریه بگو باید بخوری اگه نخوری من داد میزنم اینجا داد میزنم اینجا گفتم مادر من الان مسابقه دارم مجبور شدم اون چیزی که قرار بود به من بده بخورم و دوباره برم بودم یعنی جدا از اینکه مادر ببینم واقعا یعنی آره. گوش کردی به حرفش آره. دخترای بسکتبال دیگه این بازی رو ببرین فینال این دیگه انشالله بگو شبان تو بگو خانم از شما بچه‌های بسکتبال درگیر آشامی بسکتبال از دوستای خودم هستم یعنی من بچه رو میشناسم واقعا بچه قوی هستم انشالله که بتونیم رقابت آره فیزیک خوبی دارن قد بلندن آره خوبن دیگه بسکتبالی ها آره چی میشه پیش بینیتون چیه بازی توپی بهمون نخوره ما برنده میشیم شانس دیگه حالا ببینیم چی میشه واقعا نگاری ما یه رقابت 100 در 1000 ما داریم میجنگیم و یه جاهای ما مثلا امتیازمون هم خوبه ولی یه جایی رو امتیاز کمتر میگیم ناراحت میشیم الهی خدا راهنمای همه جوانا باشه و آبروی مهمه شما ما آخر عاقبت به خیر بشین هر کی بچهای منه میخواد الهی که آخر عاقبتش به خیر بشه ایشالله یعنی ببین بازم میدونی چه شکلی دعا کرد یه بچه‌هاش هم درگیر کرد بچه آقا بعد خیر بشه الهی آخر عاقبت به خیر ایشالله شما خیلی عزیزین الان شاید همه دیدن که ما چه خانوادگی چقدر وابسته به مادریم و مادر چقدر وابسته به بچه‌هاش مثلا من چین رفتم به خاطر بازی آسیایی که تمرین بکنم 1 سال ایران نبودم سهیلا همینطور تو مسابقاتی که درگیر بود یا شهبانو ما واقعا این دوریه خیلی مادر رو اذیت میکنه ولی همینجور داریم تحمل میکنم که یه نتیجه خوب بگیریم بعد از اون دیگه روزای بیشتری پیش مادر بشیم ما برای همین که تو قاب آخره باشین خانم شعبان و دیگه مامانان دیگه بچه ها رو دارن نگه میدن اشکال نداره به ما مثلا الان نگاه کنین شعبانو داره میاد با بچه و شعبانو سال از سال 2019 تا الان خب یه طلای جهانی هم که زمانی که آرشام به دنیا اومد گرفت واقعا میخوام بگم آره. که در مورد مادرهایی که ورزش کردن ما تو تیم ملی تمامی رشته تیراندازی فوتبال داریم که قایقرانی و مثلا بچه‌ها همه مادر شدن و دارن بازم برای تیم ملی تلاش میکنن من از همینجا دستشون رو میبوسم چون دیدم که چه جوری دارن تلاش میکنن مثلا در خانواده منصوران سه تا ما یه مادر که ویژه تو بله. موفقیت همه نقش داشته خواهر بزرگتر که ایشون هم یه مادر درجه یکن و خانم منصوریان که قراره تا 80 سالگی هم مبارزه کنه موقع دیگه آرشام فکر کنم خودش تیم ملی باشه خانواده منصوریان یه قاب محکمه اونایی که شما رو تماشا میکنن به نظر من میتونن کامل از این خانواده الگو بگیرن خیلی از شما ان شاء الله اینا مسابقه خوبی باشه مامانم هست خواهر بزرگم هست کلی کیف کنیم دیگه متشکرم خیلی ممنون هیجان انگیز خیلی خوش آمدین دو تا تیم درجه 1 دیگه اصلا معرف حضور همه هستن احتیاج نیست من بخوام توضیح اضافه بدم چه خبر؟ همه چی خوب؟ عالی عالی یه مرحله استراحت کردین آره؟ خیلی خوب بود گفتن اگه 185 بشید بازی بعدی بازی نمی‌کنیم ما هم تلاشمون می‌کردیم یه اتفاق افتاد اینه دیگه یه مرحله استراحت کردن با انرژی کامل برگشتن البته که جزو تیمای خیلی پرطرفدارین خیلی طرفدار دارین و همه منتظرن ببینن که به فینال میرید نمیرید میرین آره آره خدا خب ان شاءالله دخترای درجه 1 خورشید حالتون چطوره مرسی عادی با انرژی اومدین بله مراحل سخت رو پشت سر گذاشتین و الان که در نیمه نهایی ایستادین در مقابل خواهران منصوریان که تیم قدریان 100% البته که شما هم درجه 1 هستین مگه نبودین الان اینجا وای نستاده بودین فقط من یه نکته ای رو عرض کنم خدمتون
این که بازی هامون امتیازاتش خیلی اومده پایین. ما 5 تا بازی به انتخاب خودمون داریم و 6مین بازی در واقع به انتخاب فوتباله که بازی نجاته که از نیمه نهایی ما دیگه داریمش تا فینال و به نظرم خیلی هم سخته. بازی نجات بازی سختیه. آره ولی میریم این 5 تا رو انتخاب بکنیم تا برسیم به 6می. من 15 رو میزنم. اول خیلی خوش آمدین. قبل از اینکه مرحله اول رو شروع کنیم به افتخار مادر نازنین خواهران منصوریان که 3 تا دختر درجه 1 برای ایران برای آسمان ایران که ستارن در ورزش در زندگی فکر میکنم در همه چیز درجه 1ن به افتخارشون یک دست خیلی خوب. خیلی خوش آمدین. خیلی خوش آمدین. اولا میخواستم که یه چیز دیگه هم عرض کنم خدمتتون که همه فکر میکنن خواهران منصوریان 3 تا در صد که 5 تا خواهر بزرگ مرضیه خانم هم مهمان ما هستن که خیلی خیلی خوش آمدن. خب کار سخته دیگه مامان خواهر. من اگه مامانم بیاد بشین اینجا یه ذره استرس میگیرم. میخوام دیگه بهترین رو ارائه بدم. همینجوریه؟ قطعا مادر باید ببریم خوشحال شد. خب انشالله بریم شروع کنیم با انرژی. آماده ای؟ خانم کیمیا همیشه میخنده. خب بشماریم با هم دیگه. 90 ثانیه هر گل. 2 امتیاز. 3 2 1 حرکت. بده برو برو نزن به هم توپا گره خوردن به هم. الان موقعیت خوبیه. برو ریبان شادی با هم نزن با هم نزن ماشاءالله. ریبان ریبان 74 ثانیه. بچه ها دقت کنید یه ذره. نزن ها دقت کنید. بندازش بزن. این دیگه گله. نزنه عالی عالی ماشاءالله. 2 امتیاز. برو برو شادی ریبان بود من ماشاءالله. برو شادی برو بزن بزن دو تا گروه قدرن. عالی نظر بزن ریبان ریبان ماشاءالله. شهبان رو ضربه میزنه که خب دقت کنید بچه های ذره ماشاءالله. ریبان شادی ریبان 20 ثانیه فقط مونده. بزن بده بده. خب توپو برسونید. 15 شادی بزن بزن. جا به جا بشین برای 90 ثانیه دوم. چند گل زدیم؟ 4 تا. خب بچه‌ها خب 8 امتیاز گروه خورشید. 4 گل زده. البته که در گروه بسکتبال ما انتظار میره که بیشتر از اینها ولی واقعا سخته چون 2 ضربه شرفانو زد که اصلا پرت شد کیمیا. به نظرم سختی کار در اینه اگر فقط پس بده زمین بود قضیه فرق میکرد. بریم بشماریم. اینجوری بشماریم با انرژی دونه دونه بزنیم. 3 2 1 حرکت. ماشاءالله. برو بده شعبون تو زمین نرو. بیا بیرون بیا بیرون. آرومتر شعبون. ماشاءالله. بزن بزن دونه 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 دونه. داخل زمین نریم بچه ها. گره نخور. برو برو دقیقا 70 ثانیه. دوباره نه کیمیا هم داره خوب دفاع میکنه. کیمیا هم داره خوب دفاع میکنه. ماشاءالله به خواهر منصوریان. 60 ثانیه
ماشاءالله. عجله نکن، عجله واسه بدم. 36 ثانیه. بده ماشا بدم. بزن. دفاع کنید. حالا آروم آروم بزن. 25 ثانیه. چطور به قسم مشکی بزن؟ ماشاءالله به دو تا تیم درجه یک. حالا بدم. بدم، بدم. توپ برسون. 15 14 بایستیم بشماریم با هم دیگه. بشماریم. 3 2 1 حرکت. من برم کنار، ضربات به من نخوره. ماشاءالله ضربه ها اینقدر سنگین شده میخوره به چراغ. ماشاءالله فارس شادی بمون. عالی عالی عالی. 75 ثانیه به جنبین. ماشاءالله به دو تا تیممون. 65 دادی بزن، بزن. رهبانو داره دفاع میکنه. بودو شادی شادی دیوان ای نظر به توپو نباید بزنید بچه ها. توپو نزنید، توپو نباید بزنید. بزنی زنی بودو توپو برسونید. 38 ثانیه. وای ضربات داره سنگین میشه دیگه. 30 ثانیه بچه ها، 30 ثانیه فقط. ماشاءالله. توپو نباید بزنید، توپو نزنید. چند ثانیه دوباره چند ثانیه توپ رو نزنید لطفاً، لطفاً توپ رو نزنید. خاصه تعبیر انجام بده. 4 امتیاز و 2 گل زده. خب توپ دستش کی بده؟ هر دو تا تیم یه خطایی داشتن که امتیازها کم میشه. تو مرحله قبل که کیمیا اومده بود داخل داشت توپا رو باز میکرد خیلی راحت واسه خودش. تو مرحله قبلی شما دوستان توپتون رو زدن، احتمال داشت شاید اون گل میشده، توپتون رو زدن. روی این مسائل خیلی دقت کنید که امتیازاتون کم نشه. حالا به هر حال ناخواسته دیگه وقتی میزنی خطا هست دیگه بخوره بهش. مثل خطایی که حالا کیمیا کرد اومد توی زمین. نه توپو نباید اتفاقی خود طرف رو میتونی بزن، ولی توپش که داره میره توی حرکته توپش رو نمیتونه. حالا توپ رها شده رو نمیتونید بزنید. خب بشماریم، بشماریم. 3 شادی به 2 1 حرکت. ماشاءالله به دو تا گروه. عجله نکن، عجله نکن، عجله نکن. عالی خودت رو بازش کنی. اونجا باشا باز شد، خودش باز میشه الان. بزن یا سری سری بده بعد. اصلا نمیفهمم حالا دادی وای نگهدار نگهدار. 75 ثانیه زمان. بعد بزنی بچا اولین گل. ماشاءالله دو تا تیم خیلی خوب دارن کار میکنن. آروم آروم، عجل نکن، عجل نکن. مرسی. برسو برسو همونجا بایتا. 59 ثانیه. ماشاءالله. آروم آروم چراغمونو نزن دیگه. آروم آروم تر اینجا نکن، اینجا نکن. او ضرباتش محکمتر داره میشه. 44 ثانیه و 1 گل زده. همونجا بایتا الان. آروم تا آروم 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 آروم. ماشاءالله سری 4 امتیاز. اوه 25 ثانیه زمان باقی مونده. ماشاءالله نیفتی. ماشاءالله بری سری 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 آروم آروم.
خب بار کردم نگاه بکنن ببینن که زمان پرتاب بود چون اونجا پرتاب تموم شد. آره ثانیه شمار دارن چک میکنن همه رو. چطوری بود؟ عادی خوب بود. ما توپا به هم گیر کرد. آره دیگه بچانسی از بازیه دیگه بچانسی پشه بند توپا اون یکی باید میزدین گره ها رو باز میکردین که یه ذره اونم خواهد سختی به نظرم شده کمرم برد میره. مرحله به مرحله سختر میشه. فینال داریم میرسیم ها کم کم میاد رو زمین. خب بریم مرحله بعد. آره خب امتیازات رو ببینیم. امتیازات رو ببینیم. باید اون چک بشه. باید چک بشه. بریم برگردیم مرحله دوم با انرژی شروع کنیم. به افتخارشون. خیلی خوش اومدین بچه ها به این مرحله پای فینال. تا اینجا خودتون هم فکر نمی‌کردین بیاین نه؟ فکر می‌کردین روز اول خیلی زودی نبود دیگه. تا اینجا که اومدیم برازم این مهمترین بازی من خودم اگه این بازی رو ببازیم خیلی ناراحت میشم چون خیلی وقت گذاشتیم اینجا. دیگه باختن جاش نیست. ولی نه دیگه این بازی باید خیلی جدی تر باشیم، حواسمون باشه، خیلی بیشتر تمرکز کنیم. ان شاءالله که بتونیم بازی ببریم. البته حریفمون هم خیلی سرسخته. ان شاءالله که بتونیم ببریم. خب امروز فکر می‌کنم حساس‌ترین بازی ما باشه. بالاخره خانم منصوریان خیلی قدر و قوی‌ان. بریم ببینیم چی میشه. واسه خودم من خیلی هیجان دارم ببینم نتیجه بازی چی میشه. چالش باحالیه. اصلا شما مثلا هیچ وقت در زندگی ورزشیتون فکر می‌کردین یه روز با خواهران منصوریان مبارزه کنین یا مثلا رقیب؟ نه تنها چیزی که نمی‌شد هم نمی‌خوردین. آره دیگه مثلا هیچ جوره. ولی ولی خیلی دوستمون دارم. چرا این رقابت همیشه هست؟ نه ولی واقعا بازیکناشون همیشه اینجوری، یعنی بسکتبالیست و دوستا هم واقعا خیلی دوست دارن. خب نظر هم نزدیک‌تر. آره یه جوری نه نمی‌دونم چرا شکلش هم اینطوری که نسبت به هم یه کلکلی هم داره. بله خب معلومه بسکتبال بهتره. ولی واقعا بسکتبال بهتره. خب نه اینو ما نباید بگیم. ببین اکثر جمعیتمون که تو ایران زندگی میکنن طرفدار کدوم رشته؟ به نظر من خب اول ورزش توپی فوتبال پر طرفداره، بعد بسکتبال، بعد والیبال، بعد هندبال. حالا اینا رو ثابت شده میکنیم. ولی والیبال هم خیلی تو ایران طرفدار. واقعا بسکتبال سخت‌تره. پسر ایران بله. واقعا بسکتبال سخت‌تره. شما ببینین بس والیبال آدمایی که حالا ورزش خیلی حرفه‌ای هم بلد نیستن میتونن بازی کنن. ولی بسکتبال حتما شما باید مهارت داشته باشین. چند تا ورزش دیگه مثلا همه میرن پیکنیک مثلا یه توپ والیبال میبرن بازی میکنن ولی اصلا نمیشه یه توپ بسکتبال تو ماشین همه بازی با والیبال خوشحال هم که الان نه میبینم که بهتره که بازی نکردیم. بعد خیلی هم علاقه ندارن به خاطر اینکه بلد نیستن. اگه بیان آموزش ببینن یاد بگیرن آکادمی. به علاقه منش بپیوندین. بی صبرانه منتظریم. من اینو بارها و بارها گفتم. کسانی که بضاعت مالی ندارن، مجموعه آموزشی بسکتبال ما از بچه‌هایی که بضاعت مالی ندارن حمایت میکنن و اینکه شماره تماس ما رو هر جو شده پیدا کنین دیگه. بیاین ببینیم تو صفحات مجازی ما رو پیدا بکنی چون ما اینجا نمیتونیم بگیم شهر. خیلی مالی نمیبینید؟ نه من خیلی دوست دارم تو شهرستانا برم، خیلی علاقه دارم به شهرستانا سر بزنم با بچه‌ها. بچه‌ها میدونم که خیلی دوست دارن این موضوع رو که بتونیم بهشون کمک کنیم چون واقعا بعضی شهرستانا ندارن امکانات و مربی اونجا نیست. بچه‌ها استعدادای زیادی اونجا هست. بازیکنایی که واقعا ما الان تیم ملی خودمون رو می‌بینیم یا نه ما بازیکنایی که شهرستانیان توش قدرن و بسیار مستعدن. کیمیا جان بازیکن ملی پوش خیلی خوبی هستش. قطعا کسایی که خب پیشش باشن و باهاش بسکتبال بازی کنن این روند آموزششون خیلی سریع‌تر اتفاق می‌افته تا مثلا جاهایی بخوام برن که خب تجربه کمتری دارن و اینا. به نظرم حتما از طریق فضای مجازی به کیمیا جان بپیوندن و حتما برن که آموزش ببینن. خب حریفتون سخته واقعا، اما به نظر من حتی اون دو تیم دیگه پای فینال هم حریفای سخته. بله واقعا سخته. خود خواهران منصوریان داشتن گفتن اینجا خیلی محکمتر اومدیم و برای اون مهمتره دیگه. خودشون هم هیجان نداشتن. کلا خاصیت شوتبال اینه که اولش که میای فکر می‌کنی یه بازی ساده است ولی واقعا اینه که هم از نظر فکری و جسمی. به
مرحله دوم خیلی خوش آمدین. بریم جمع امتیازات رو ببینیم. خب کارتالا 8 امتیاز، خورشید 12 امتیاز، به افتخارشون. گل آخره دوستان بوشو زمان صفر شده بوده و قبول نشده چون ویدیو چک کردن، شده امتیاز 8. وگرنه اگر اون قبول میشد میشد 10-12 ولی زمان صفر شده بوده. خب بریم با انرژی شروع بکنیم این دوتا مرحله رو که فکر میکنم که امتحان کردیم. آره ما نه اول نه نه ولی شهربانو استادشه دیگه. آره قدرت بدنی میخواد، یه مقدار مرحله سختیه. بریم شروع بکنیم، بشماریم با هم دیگه. با حرکت من کسی لطفا زودتر شروع نکنه. 3 2 1 حرکت. ماشاءالله زمان تمام شده بود. خب چی کار کنیم؟ یک ثانیه قبلا 60 بود الان شده 30 ثانیه، سخت‌تر شده. برای همین خیلی باید سرعت بالاتر از این حرفا باشه. دوستان صحنه آهسته رو دیدن و دو تا امتیازا 15 مساوی، به افتخار دو تا تیم درجه یکمون. بریم برای نیمه دوم و 30 ثانیه بعدی. سخته تو 30 ثانیه به نظرم، نه؟ آره؟ به جمعی سرعت بره بالا. بشماریم 3 2 1 حرکت. گروه انقدر خسته شدن رفتن نشستن. امتیازات خواهر منصوریان 30، گروه خورشید 15. به افتخارشون بریم برگردیم مرحله سوم رو با انرژی شروع کنیم. سوم خیلی خوش آمدین. دوستان یه اعتراضات کوچیکی داشتن، صحنه ها دوباره دیده شد، صحنه آهستم فکر میکنم داره پخش میشه الان. این جمع امتیازی که الان میبینیم نتیجه اون بازبینی هاست. گروه خورشید 27، کارتالا 38، به افتخارشون. سومی مرحله است و همچنان غیر از این 3 مرحله دیگه ما داریم. تو مرحله قبل شما جلو افتاده بودیم، این هم مرحله خواهران منصوریان بالاخره مسابقه است دیگه، بالا پایین داره دیگه. انشالله ببینیم که این بخش چه اتفاقی میفته و امتیازات به چه صورتیه. 120 ثانیه زمان داریم، دو نفره بازی میکنید. پاتون روی خط نره و توی زمین خودتون. بشماریم. آماده سویلا جان تو زمین خودتون. بله سلما این برم بکنم. 3 2 1 حرکت. خب خطنه بیا 5 ثانیه زمان داری که توی دستتون نگه دارین، پاسداری کنین، تشویق کنین. ماشاءالله به دوتا تیممون.
شادی بیاین کم 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 نه تو پره اوه اوه شادی باید تو دروازه پاسکاری پاسکار کنم تو وقتی تو زمینه اوناست شما بر نداری سری بده سری 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 مرسی بگی پایین پاسکار به دوتا تیم 80 ثانیه باید تو بگی دوتا تیم جلا خطه به پا ماشالله خطه به پا بیا بیا بزن محکم گول 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 بله گول آره محکم 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 دست و نام بانیه سوارو بزن افتاری افتاری جان عقل نیا بالایی بندار بگی آها پاسکاری 59 ثانیه و یک گل زده بیا گل سری ماشالله به دو تا تیم جلو ماشو جلو تشبیه کنی شما دوست داری عالی قبول نیست 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 به چه روزی چی کارش کردی؟ خب اینجوری میبونم زمین ها رو جا به جا کنیم نه تو الان با هم میریم پاسکاری گولشون میزنیم پاسکاری تو داری؟ با هم میریم خب بشماریم با هم سه دو تمام 5 ثانیه زمان داشتیم وای میسی نگاه میکنید چرا خسته شدم واقعا نفسگیره فوتبال دستی دو نفره مخصوصا بریم و برگردیم جمع امتیازات رو ببینیم مرحله چهارم رو با انرژی شروع کنیم به افتخار دو تا تیم
سلامتش. ما داریم دقیقا موقعی گفتگو میکنیم که از ماجرای آبادان و ماجرای متروپول خیلی نگذشته و حالا بهانه گفتگومون هم با شما اینه که شما به شدت و پررنگ در این صحنه حضور داشتین. چی شد اصلا رفتین اونجا و کنار بچه های امداد و این تصمیمه چجوری یه دفعه اتاق وسط تمرین ها و وسط کارهای ورزشیتونو؟ من تهران بودم و وقتی اتفاق افتاد، حالا من خودم آتش دارم، چند سالیه که توی آتشنشانی سمیرون کار میکنم، فعالم و فقط حادثه‌ای که اتفاق بیفته میرم، مثل زلزله اتفاق افتاد رفتم سی سخر و وقتی موردم دیدم یه نامه زدم به شهردار سمیرون و یه درخواست دادم که با ماموریتم موافقت کنه که من برم. یعنی پس شما ماموریتی رفتین؟ یعنی بله. اصلا خودجوش بلند نشوین برین اونجا که چیزی هم بلد نباشین، خدای نکرده. پس شما کارتون آتش نشون. بله بله. یعنی به عنوان یه آتش نشان رسما آموزش دیدی و بلدی این کارو؟ بله. خب دوراشو دیدم و میدونی که خب آدم وقتی میخواد با سنگ پرس کار کنه، برش آهن کار کنه، خب مطمئن باش قبلا دوره دیده که سنگ پرس دستش میگیره. مثلا یه کارا رو خب انجام داده بودم که حالا انجام دادم. میخوام ببینم که در مجموع چون شما رو در جاهای مختلف دیدیم، در مواقع مختلف کنار مردم دیدیم، چه اتفاقیه، این چه تصمیمیه که همیشه اینجور جاها میخوای کنار مردم باشی؟ خب ببینید یه دلیه، چون من واقعا دوست دارم، من اگه دوست دارم، حالا توی شرایط سخت خودم بودم و وقتی میبینم یه شرایط سختی ایجاد میشه، اتفاق میفته، وقتی میدونم خودم میتونم کاری انجام بدم و سعی میکنم اونجا حضور داشته باشم، تا اونجایی هم که بتونم حالا توانم باشه انجام میدم. بعضی جاست ممکنه نتونم انجام بدم اون کارو و میمونم کنار اون خانواده که حالا آسیب دیدن، اتفاقی براشون افتاده، میمونم کنار اون خانواده، باعث دلگرمیشون میشه. یعنی شما در ماجرای آبادان احساس کردی که میتونی کمک کنی؟ گفتم میتونم. اول خب رفتم اونجا، گفتم حالا کنار مردم باشم که بحث اون دلگرمیه، ولی دیدم اینقدر مردم آبادان خوبن، اینقدر مردم آبادان یه شرایط ایجاد کرده بودن که واقعا آدم دوست داشت که شبانه روز کار کنه، شبانه روز یه حرکتی انجام بده که اون عزیزانی که حالا زیر آوارن هر چه زودتر درآن. اگه چیزی هست تو ذهنت برای ما تعریف کنی، مثلا یه اتفاقی که خیلی تو رو قوی تر کرده تو این اتفاق؟ ببین برخوردشون اینجوری بود که میمدن مثلا خب خیلی التماس میکردن، گریه زاری که من شبو مثلا توی مسجد نمونم، بیام. من خب چون کنار آتششانا توی مسجد میخوابیدم و اینا میمدن که نمیذاشتن که بیا خونمون، احتمالاً دعوتت میکنن. آره خونه ما. بعد مثلا دو سه تاشون که دیدم واقعا انقدر التماس میکنن و ناراحتن رفتم. مثلا روی رئیس هیئت اونجا داشت، ایشون هم دوباره دو سه بار اومد، حتی تا دیر وقت ساعت 3 نصف شب وایساد، که حتی یه اتفاقی هم افتاد که سازه خود آجیل خطر رو زدن و اونم اونجا بود و از اونجا دوباره من با هزار تا التماس من برد خونشون. تو این لابلا حرفی هم بود که بشنوی و آزارت بده، ناراحتت کنه، میخوام اینم که خدایش هم... حالا من کار ندارم، خدایش من دلی رفتم و وارد من خب زنگ زدم، دو سه تا بچه ها فرودگاه که رسیدم اومدن دنبالم، فوری گوشی رو در آوردم اومدم فیلمی، گفتم لطفا فیلم نگیر. اونجا روز اول من با لباس چیز بودم، حالا لباس آتشان نبودم، روز اول با لباس بودم، شرایط دیدم، سنجیدم و خیلی اومدن عکس گرفتم، فیلم گرفتم با من، حتی آتششانا. روز دوم شروع کردم، رفتم لباس آتششانی پوشیدم و کارت که داشتم از شهرداری، نامه که از شهرداری گرفته بودم، نشون رئیس حالا اون طرفی که اونجا مسئول اون قسمت بود نشون دادم و عضو یکی از گروه های اونجا شدم و با اونا قرار شد که مثلا برای بریدن حالا میلگردا و اینا سنگ پرست برم. کاملا هماهنگ بودی با بچه‌های بله. آتش‌نشانی آبادان. بله. بعد مثلا هر دو ساعت یا 3 ساعت بچه‌ها استراحت بودن، هر 3 ساعتش که استراحت بود من میرفتم با گروه بعدی، یعنی این گروه میرفتم با گروه خوزستان یا یه گروه دیگرش. چند روزی که اونجا بودم استراحتم 5 صبح بود، میرفتم تا ساعت 8 یا 9 میخوابیدم، دوباره پامیشدم دوباره کار رو شروع میکردم. زمانی که من همون 5 صبح که میمدم استراحت میکردم، بعد مثلا یه گروه های مثلا زدن آره این اومده فقط برای عکس گرفتن، خودنمایی،
خیلی ناراحت میشدم. این آدم خسته، یه شرایط خیلی خاصه میبینه مردم آبادان، مردم خوزستان، ایزه، اینایی که سالهای سال توی جنگ بودن، وایستادن، از خاکمون دفاع کردن. و امروز من اومدم دلی وایستادم کنار اینا کار کنم، ولی میبینم یه عده اومدن مثلا اینجوری حجمه درست کردن، خیلی ناراحت میشدم. یعنی اون خستگیم در نمیشد. یه بار خیلی ناراحت شدم، تو فضای مجازی گذاشتم و فقط همین، چون واقعا من اومده بودم واسه کار کردن و کمک کردن، یعنی هدفم این بود. دو روز آخر من با پسرم داشتم صحبت میکردم آرشان، بعد خیلی ناراحت بود، میگه همین الان بیا. من بلیت گرفتم و داشتم بلیت گرفتم که برگردم، بلیت گرفتم برگردم، من دیدم همه بچهای آتششان ناراحتن. همه گفتن که آره مثلا روح حداقل شما کنارمون بودیم، ما روحیه میگرفتیم، کنار شما کار میکردیم، خیلی خوب بود، الان میخوای بری اصلا حالمون گرفته. بعد همونجا بلیتمو کنسل کردم و موندم. دو سه روز دیگه موندم و بعد برگشتم. میخوام ببینم این حرفا در تو تاثیر میذاره، این حرفا باعث میشه که اینجور جاها دیگه نری، یا اینکه نه ادامه داره. خانم شعبان منصوری همین شخصیتیه که ما میبینیم. نه خب ببین، آدم ناراحت میشه. خب یه دیگه شاید اومدن هستن. خیلی هم حتی خود اونجا مثلا خیلی گفتن آره، همونام هم که مثلا خود آبادانیا وقتی دیدم من توی فضای مجازی گذاشتم، همشون اومدن خیلی مثلا یه جوری دیگه هوای منه داشتن، خیلی یه جوری دیگه اومدن کنار من قرار گرفتن. و هر کدوم شما گفتن ناراحت نشو، اونایی که میگن تو اومدی با عکس، خودشون بیان یه روز یه عکس بگیرن و برن توی هوای گرم. من روز اول میتونستم عکسامو بگیرم، فیلمامو بگیرم و برم روز اول، یعنی دیگه نیاز نبید من 6-7 روز وایسم اونجا. روز اول میتونستم همه کار، اصلا حتی روز اول که میگم دو ساعت اول کاری نداشت. ولی خب آبادانی یه ضرب المثل میگم، یه اسمی برای من گذاشتن، آره، گفتن که شهبانوی آبادان. به به، دیگه گفتم، منم گفتم هر جا رفتم مسابقه میگم من شهبانوی آبادانی هم. دم شما گرم، دم شما گرم، ایشالله همینجوری پهلوانی کنار مردم باشید. سلامت باشید. چهارم خیلی خوش آمدیم. بریم جمع امتیازات رو با هم دیگه ببینیم. خب کارتالا 38، خورشید 37، یک امتیاز فقط اختلافه. خب برای شروع این مرحله میتونیم سنگ کاغذ قیچی بکنیم، چون زمان که نداریم. ما اول شروع کردیم، خب به ترتیب دیگه حالا این مرحله من شروع میکنم. شما اول شروع کردیم. بله بله، دوستان خودشون میگن که چون خودشون شروع کردن، برای همین خب خواهران منصوریان میتونن که شروع بکنن. 6 تا پرتاب داریم، 2 امتیازی اطراف، دایره وسط 5 امتیاز. بله. من فقط 1-2-3 رو میگم برای شروع مرحله. زمان نداریم، با آرامش میتونید شما پرتابتون رو انجام بدین. یعنی اصلا 3-2-1 من برای شما نیست، من فقط میشمارم برای شروع مرحله. 3-2-1. وسط 5 امتیاز، کناره ها 2 امتیاز. یه ذره دو امتیاز چنو، یه ذره عقب تر اومده بودی وسط. بفرمایید بفرمایید، 6 تا پرتاب داریم. 6 تا رو بزنن. بله بله، 6 تا. نه نه، 6 تا بهتره. 6 تا داریم. این بازی زمان نداره، دوستان میتونن با صبر و حوصله و عجله نکنن این مرحله رو جلو برن. ماشاءالله. اصلا عجله نکنید. هر ضربه ای که 5 امتیازی باشه ما توپ رو بر میداریم که دوستان بتونن دوباره ضربه بزنن. وای ماشاءالله. پایان نه، یه ذره عقب تر بمیرم. خیلی اردی پایین فهمیدی؟ خیلی نبیو. چهارمین پرتاب مثلا که خیلی خوب بوده، یه 5 امتیازی، 2 امتیازی. یه زبیه بالتر. ماشالله. یه زبیه زیادی
زیاد اومدی آقا. پنجمین پرتاب اندازه عقب شده. قبلا این مرحله رو بازی کرده بود. آره. نه؟ نه. بیا آقا بیا آقا بیا آقا بیا آقا برو برو وسطه. ماشاءالله. ولی آخرین پرتاب نخواهی آخری من بزنم؟ ها؟ بزنم. نه یه دونه پنج گرفت. کارش خصوصی منه. آخ خیلی به دست من عادت کردم. عجله نداریم. عجله نداریم. یه ذره بیا آقا بیا الان پایین زدی. اوکی. بیا آقا بیا آقا بیا آقا بیا آقا. نشونه وسط رو یه بار سر سر سر. سر سر. سر حالا پرتاب. پرتاب. یک دو سه چهار پنج پنج تا دو امتیازی میشه ده امتیاز یه دونه پنج امتیازی 15 امتیاز به افتخارتون. خب بشماریم سه دو یک من برای شروع مرحله است شما با حوصله کارتون رو انجام بدین بشماریم با هم سه دو یک عجله نکنید ماشاءالله اولین پرتاب یک دو امتیازی عجله نکن آره نشونه بگیر قشنگ سر بیا پایین تر خیلی بالا بیا پایین تر پایین تر مثل مبدأ بکش با چشت بزن ماشاءالله چهار امتیاز ببین باید چی کار کنی که یکم پایین تر باشم الان میفهمم باید این درسته؟ آره خوابشو بگی نه پایین 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 نایستا همونو بزن بزن من بزنم بزن من بزن بزن نشونه بگه شادی پشیمون شدی آره آره دیگه شادی میزنه شادی ببین چی کار میکنه پایین تر پایین تر چهارمی پرتاب پنجمی بچه هاست عجله نکنین این بیا زمان که نداریم که بازه وسط ها یک ذره با آرامش اصلا بکش بکش وسط پا تو بپا یک ذره بی پایین پایین توپه سمت بالاه نه اینجا اینجا اینجوری باشه بزن من بزنم آخرین پرتاب میخوایی به من بزنم آخرینه دقت کنید ببین این سمت پایین باشه اینجوری آها اینجوری این سمت پایین سرش سرش بزن خورد دیگه نمیشه توب خورد زمین و قبول نیست با هم دیگه بشماریم این توب که خورد زمین ما درش میاریم خب یک دو سه سه تا دو تا شش امتیاز به افتخار گروه خورشید خورده زمین میگه خوشگل نداره شش امتیاز میگم بزن من بزنم شرط میذارم آقا این شش تا تشریف بیاری یه ذره عجله کردی آره بله تشریف بیاری تشریف بیاری تشریف بیاری بازی بعدی خب عجله کردن دوستان دو تا بازی نمیده درسته دارین تیم محبوبتون رو تشویق میکنیم ولی بازی هنوز تموم نشده و دو مرحله دیگه هم هست و باید ببینیم که در مرحله آخر چه نتیجه میگیریم به افتخار دو تا گروه و تیم درجه یکمون بریم برگردیم با مرحله پنجم
پنجم خیلی خوش آمدین. بریم جمع امتیازات رو ببینیم. خب گروه کارتالا 53 امتیاز، گروه خورشید 43 امتیاز. یک اختلاف 10 امتیازی که به نظرم قابل جبرانه و غیر از این مرحله که مرحله پنجمه و طبق روال مسابقه قرار بود تموم بشه ولی نمیشه، یک مرحله دیگه داریم، میتونیم این امید رو داشته باشیم که این 10 امتیاز به راحتی جبران بشه. خب بشماریم با حرکت من. حرکت میکنید. 3 2 1 حرکت. شادی شما با تمام چه چی گفتم از اول چی کار کن؟ چلیت بگو. آره. همون کار وقتی میگم فازه خب خوبه بعد سلسلی بودو از اول میشمارم. میتونی ها؟ تو هم میتونی. من میشمارم. آماده ای؟ بله. 3 2 1 حرکت. بودو 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 برو بودو بودو سری 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 دو نیمه نیمه سوم نمیگیدیم دیگه وقت اینجا آماده میشیم برای نیمه سوم. اینو میدیم من برم اینو شما بریم؟ نه این خیلی سخته. تو زر تو نه نه تو برم پس نه. خب بیسین بیسین دوستان نیمه سوم آماده این من بشمارم بشمارم 3 2 1 حرکت. ما که باید ویدیو شک بشه. اینو تو میاد. نه من تو نمیتونم. وای اینو تو میای. یه بار عوض کن. برای نیمه چهارم آماده بشین دوستان. نیمه قبلی مهره های الان صحنه آسه داره پخش میشه. مهره های گروه کارتالا تکون خورده و امتیاز به شما میرسه. مهره های الهه تکون خورده. بلند شده. خب بشماریم. آماده ای؟ 3 2 1 حرکت. آماده ای؟ بله. خب آماده. من اینجا حرکت رو میگم با حرکت دستم که شما منو خوب واضح ببینید. آماده ای؟ 3 2 1 حرکت. بودو 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 ویدیو چک باید بشه. باید ویدیو چک بشه. اینزا ما گرفتیم اونا تازه نیست. خب نه بریم برگردیم مرحله 6 رو با هم دیگه شروع کنیم. به افتخار دو تا تیم مسابقه می‌کنیم. به مرحله 6 و مرحله نجات خیلی خوش آمدیم. بریم جمع امتیازات رو ببینیم. خب گروه کارتالا 77 به افتخارشون. گروه خورشید 64 به افتخارشون. 13 اختلافتون 13 یعنی 3 تا پرتاب رو بتونی بندازی دو امتیاز از جلو میافتین. فکر نمی‌کنم کسی هم اینو اختراع کرده. فکر نکنم پشتش هم بتونه بندازه. یعنی میندازن دوستان همه انداختن تیمای قبل انداختن و تونستن و شماها میتونید. دو تا گروه درجه یک داریم اینجا. سنگ کاغذ قیچی بازی کنیم. بفهمید کیمیا جان برو بیاین. سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ قیچی یک سنگ کاغذ قیچی سنگ کاغذ قیچی دو سنگ کاغذ قیچی سه اینو اونا بعد بزنن. بله بله
سبون قشن صاف کن، عجله نداریم. اینه من نازیم. من یک بار میشمارم چون که زمان نداریم. لطفاً دوستان حاضر در سالن هم سکوت رو رعایت بکنن که با تمرکز این کار انجام بدن. فقط یک بار بشماریم برای شروع مرحله. سه، دو، یک. عجل نکن، عجل نکن. اصلا عجله ای نکنید. با تمرکز میتونی ها، انرژی بده، حالا عالی، خیلی اومد. یه سر دست دیم برتر بابی شد. شبانو، بیا اینجا. بیا بیش که اونو، مال یکی دیگه است. بیا فهم، شبانو مال یکی. ها، مال نیستی؟ دو تا به نواد داره. نه یه نفر بنداز قرار بنداز فقط میخنده بعدی رو بگم خب دومین پرتاب از گوره کارتا دومین پرتاب از گروه خورشید خیلی هم عالی. پنج امتیاز برای تیم خورشید. من میگم کجا؟ سومین پرتاب برای خواهران منصوریان. کاملا صافش ها. نه زوده. زود زد. بری زود. باید دست میگه. خوب کجا؟ بعدی بقیه ما چهارمی برای تیم خورشید بازی یکم این برتر بعدی رو که این برتر بکنم الان دو تا دیگه داره آره پنجمین پرتاب نه پنجمین سه تا تیم کارتار سه تا هفت تا خب پنجمین پنجمین شو برای دو تا دیگه داره باید دقت کنم میخواییم ما هفت هر تیم آره یه ست تا دون دیگه مونده تمرکز بذار یه دور بچرخه یکی آره. این برتر نه نه اون برتر اون برتر بچرخه بذار خود تمرکز کن اصلا تایمش مهم نیست
دوتا دیگه ششمین پرتاب میری میره نفته فایزه میره دوتا بزنی تمامه زود ننداز زود دست بالتر رو بروش بزنی یه سر این برتر سمت چپ بزنی سمت چپ عجله نکن بزنی دور بچه دست یه زبا بالتر به نظرم باشه آخریه؟ و تقریبا آخرین امید وای فایزه رفتی شما دیرون آره؟ خب نداره بفرمایید حالا یه بار دیگه هم پرتاب کنیم شاید الان تشویق کنیم یه انرژی بدید یه ذره خمشون آها حالا تموم شد؟ پایان رسید تمام جوری به تشریف بیاریم فینالیست رو معرفی بکنیم خانم شهبانو به افتخار تیم کارتالا که فینالیست این رقابت بودن دو تا تیم درجه یک رقابت سخت و واقعا به نظر من عالی بودی توی آره خیلی نجات چون فکر می‌کنم اگر دقت می‌کردی سه تا یا چهار تاش دقیقاً میرفت داخل حلقه ولی خب حالا به هر حال دوتا تیم درجه یک بودن عالی بودن و فینالیست ما هم که سه تا خواهران منصوریان که درخشانن به افتخارتون بریم برگردیم نتایج روی تابلو ببینیم و خداحافظی کنیم با دوتا تیممون به افتخارشون خب این رقابت بی‌نظیرم به اتمام رسید نتایج روی تابلو ببینیم خب فینالیست ما گروه کارتالا همونجور که اعلام کرده بودیم با 77 امتیاز و گروه خورشید با 69 امتیاز خیلی اختلاف کمه 8 امتیاز آره؟ بله. یه اختلاف 8 امتیازی که هیچ به نظر من واقعا توی این رقابت با این سختی و این گروه قدر که آدم رقیبه این چنینی قدر داشته باشه 8 امتیاز یعنی هیچ یعنی خودتون رو برنده بدونید به نظر من چطور بود؟ کیما که همیشه میخنده بله به نظرم خیلی هیجان انگیز بود خب تا حال نشده مثلا تیم ملی بسکتبال روبر تیم ملی وشو قرار بگیره خواهران منصوریان هم که بسیار قدرتمندن و بازی باهاشون بسیار لذت بردیم واسه من خیلی جالب بود تجربه خوبی بود بازی آخری یه ذره سخت بود سخت نه خب ولی فائزه خیلی خوب بود آره خیلی آره دو تای دیگر فائزه مینداخت توی قلاب به نظرم آره به نظرم برنده بودیم ولی تا همینجا که تا نیمه نهایی اومدیم با این همه گروه قدری که ما داشتیم به نظرم کار خیلی بزرگی کردیم چطور بود شادی؟
به نظر من خوب بود. 6 امتیاز واقعا ما خودمونو بازنده اصلا نمیدونیم. خیلی تبریک میگم به گروه منصوریان. همین، ممنون از برنامه خوبت. حالا 6 تا و 8 تا خیلی فرقی نداره، زیر 10 تاست. واسه چطور بود؟ خیلی خوب بود، ماشاءالله. دیگه خواهرای منصوریان جلومون بودن، بعد شانسیمون این بود که اینجا اومدن با همون بازی کردن. کاش فینال بازی میکردیم باهاشون. فینال دیگه اول دوم فرق نمیکنه، اونجا که بری سوم چهارم یه مدال فرق نمیکنه دیگه. به هر حال جزو 4 تیم اول اومدیم بالا و این خودش خیلی خوبه. ما خیلی تیمای نایب قهرمان سری قبلی حذف شد تو مقدماتی و اینکه شما تا اینجا اومدین نشون میده که چقدر پشت کار دارین، چقدر دخترای قوی هستین، درخشانین، با کلی عنوانهای آسیایی جهانی و منتظر درخشش بیشترتون هستیم تو سالهای آتی. خواهران منصوریان، فینالیست بودنتون مبارک باشه و توی فینال دیگه انشالله میبینیمتون دیگه. انشالله که ببینیم که فینالیست بعدیمون کیه، که رقیبتون در فینال کی هست و یک به نظرم مبارزه و یک رقابت درجه یک خواهد بود. به افتخار دوتا تیم که عالی و بی نظیر بودن. خیلی خوش آمدیم. تبریک میگم بهتون. خب چه رقابتی بود، خیلی خیلی عالی بود. اصلا خودم انقدر هیجان داشتم، مخصوصا تو پرتاب آخر فائزه. خب به هر حال فینالیستمون مشخص شد، ببینیم که فینالیست بعدیمون کی خواهد بود. یک رقابت درجه یک داریم تا رقابت بعدی. خدا نگهدارتون، صفحه مجازی یادتون نره. خدا حافظ، به افتخار خودتون.